بحران فزاینده سیاسی عراق و درگیری های الانبار، کنفرانس مطبوعاتی مقتدی صدر و اظهارات عیاد اللاوی علیه دیکتاتوری و خونریزی و فساد حکومت مالکی. مقتدی صدر: دیکتاتور و طاغوتی بر گرده مردم حاکم شده که آنها را هدف آتشباری قرار می دهد و با آنها می جنگد و آنها را از هم متفرق می کند تا برای بقای او بر مسند قدرت به او رأی بدهند. عیاد اللاوی: مجلس رأی داد که دور سوم نخست وزیری وجود ندارد، ولی دادگاه را وارد کردند و نظر مجلس را رد کردند. مالکی همه سمت‌ها را به خود اختصاص داده و این سمت و سوی به جز دیکتاتوری ندارد. من دخالت رژیم ایران در امور عراق را رد می کنم. شیخ علی حاتم، امیر عشایر دولین در عراق: با کمال صراحت به مالکی می گوییم که ما رضایت نمی دهیم شخصی بر عراق حکومت کند که سرش در اینجا باشد و دمش در رژیم ایران. در حالی که جنگ و سرکوب در الانبار و تزلزل موقعیت ائتلاف حکومت نوری مالکی با کنارگیری مقتدی صدر و استعفای بسیاری از نمایندگان پارلمان بحران سیاسی عراق را تشدید کرده است، مقتدی صدر در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد با حمله شدید به سیاست‌های حکومت مالکی آن را دیکتاتوری و طاغوتی توصیف کرد و از جمله گفت: سیاست بابی برای ظلم و گستاخی و تکروی و هتک حرمت شده است و دیکتاتور و طاغوتی را پرورش داده که بر اموال مردم چنگ انداخته و آنها را غارت می‌کند، بر گرده مردم حاکم شده و آنها را هدف آتشباری قرار می‌دهد، بر شهرها حاکم شده و با آنها می جنگد و بر اخشار مردم حاکم شده و آنها را از هم متفرق می کند تا اینکه همه برای بقای او بر مسند قدرت به او رأی بدهند. دولتی را بر ما حاکم کرده که هیچ حد و مرزی را رعایت نمی کند. مقتدی صدر همچنین گفت: بر عراق گرگهای تشنه به خون و باندی که از پشت مرزها آمده اند حاکم شده است. این دیکتاتوری دیگری بود که به اسم شیعه و تشیع به کرسی چسبیده است، دولتی که از سیری اشباع شده و فراموش کرده است که در پشت دیوارهای مستحکم چه کسانی قرار دارند. اموال و خانه ها راحت و قصرهای زرین و هواپیماهای مجهز و آماده چشمهایشان را کور کرده است، در حالی که از زندانی که نام آن عراق است غافل هستند. رهبر جریان صدر در کنفرانس مطبوعاتیش در بغداد اضافه کرد: دولتی آمده است که دهانها را می‌بندد و مخالفین را می‌کشد و کسانی را که زبان به مخالفت می گشایند کوچ می دهد تا زندانها را از آنها و هر کسی که مقاومت نموده و تلاش کرده کشورش را از تانک یا هواپیمای اشغالگر آزاد نماید پر نماید. هر کس از شیعه، سنی و کرد که با آنها مخالفت کند را به تروریسم و یا به فرقه گرایی متهم می کنند. فیلجؤون الى القضاء المسیس. عیاد اللاوی، رهبر العراقیه، بار دیگر دیکتاتوری مالکی در عراق را به شدت محکوم کرد و در اظهاراتی علیه تلاش وی برای دور سوم نخست وزیری گفت: دموکراسی در عراق وجود ندارد، تصمیم گیری ها با تقلب و تکروی انجام می شود، دخالت های خارجی در امور عراق صورت می گیرد. وقتی که مردم عراق به موضوعی رأی می دهند می بینیم که نادیده گرفته می شود یا با دخالت خارجی تغییر می کند. مجلس رأی داد که دور سوم نخست وزیری وجود ندارد، ولی دادگاه را وارد کردند و قانون دیگری آوردند و نظر مجلس را رد کردند.
مالکی همه سمت‌ها را به خود اختصاص داده است. این چه دموکراسی است؟ نوری مالکی در سیاست تکروی می‌کند و این سمت و سوی به جز دیکتاتوری ندارد. عیاد اللهی دخالت‌های حکومت آخوندی در عراق را محکوم کرد و گفت من دخالت رژیم ایران در امور عراق را رد می‌کنم. بسیاری از کشورها از من خواسته بودند که به ایران بروم و رضایت آنها را برای کسب نخست وزیری جلب کنم. گفتم من نمی روم. از یک کشور اجنبی درخواست نمی کنم. این مردم عراق هستند که مرا انتخاب می کنند. شورای نظامی انقلابیون عشایر در فلوجه اعلام کرد رزمندگان عشایر پادگان سجر را در فلوجه به طور کامل تصرف کردند. عشایر در این عملیات از دو محور به این پادگان تهاجم کردند. سه دستگاه تانک و 4 خودرو هامر منهدم شد و شماری از نظامیان مالکی اسیر شدند. با تصرف این پادگان جاده بین المللی شرق فلوجه به طور کامل به کنترل عشایر درآمد. به گزارش تلویزیون الجزیره در درگیری‌های سلیمان بک شماری از نظامیان مالکی از پای درآمدند و شورای نظامی کل انقلابیون عراق اعلام کرده است که نیروهای عشایر بر سلیمان بک کنترل دارند. به گزارش الجزیره شیخ علی حاتم امیر عشایر دولین در عراق گفت با کمال صراحت این را به مالکی می‌گوییم که ما رضایت نمی‌دهیم شخصی بر عراق حکومت کند که سرش در اینجا باشد و دمش در رژیم ایران. تلویزیون التغییر نیز گزارش داد نیروهای عشایر به پادگان مزرعه در شرق شهر فلوجه تهاجم کردند. این درگیری‌ها منجر به خسارت‌های سنگینی به نظامیان مالکی و تجهیزات آنها شد. تلویزیون التغییر افزود این پادگان محلی است که نظامیان مالکی از آن اقدام به آتشباری بر روی مناطق شهر فلوجه می‌کنند. به گزارش تلویزیون التغییر علامه شیخ عبدالملک السعدی مفتی بزرگ عراق گفت مالکی قسمتی از جامعه عراق را به صورت آشکار و علنی تصفیه می کند. وی تجاوز بزرگ مالکی و دشمنی با مردم و توپ باران خانه های آنها و قتل کودکان و زنان و بمباران مساجد و قتل علما در استان الانبار را به بهانه القاعده و داعش محکوم کرد. در ادامه بحران امنیتی و در پی سلسله انفجارهای بغداد ده‌ها تن دیگر کشته و زخمی شدند. تلویزیون الجزیره گزارش داد بر اثر انفجار در کراده بغداد 5 تن کشته و 14 تن مجروح شدند. انفجار خودروی بمبگذاری شده در جنوب بغداد نیز 10 کشته و 24 مجروح بر جای گذاشت. بر اثر انفجار بمب در منطقه آمریه در جنوب غربی بغداد 1 نفر کشته و 7 تن مجروح شدند. و در انفجار چهارم در منطقه غزالیه بغداد 4 تن کشته و 10 تن مجروح شدند.